سید مکرم عبدالقادر زاده بر ضد ایدگردک Атамбоев сарҳадҳои бо Тоҷикистон бударо ба низомиёни рус супорид. Дар Қазоқистон зан барои нашр намудан дар сомонаи иҷтимоӣ 5 сол равонаи зиндон шуд. Шӯрои уламои Тоҷикистон дар муроҷиати худ ба сокинони кишвар изҳор намуд ки анъанаи идгардаки кӯдакон خانه به خانه گشته به خاطر فرارسی ایدی فیتر ایدی رمضان شیرینی ها گرفتنشان برخلاف احکام های شریعت و مذهب حنفی بوده است ولی به گفته های خیش دلیل عنق نوارد. با عقیده رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادر زاده ایدگردک از یک جهت به کیسه ساکنان کشور ضرر بوده از جهت دیگر به سلامتی کودکان خوف ایجاد میکند. انعنای زیرین در اسلام وجود ندارد. غیر از این انعنای زیرین را همه ساکنان کشور رعایت نمی کنند. خصوصا منطقه های شمال و شرق کشور می گوید در مراجعت خود سید مکرم عبدالقادر زاده. خوردن طعام کراهیت دارد، مکروه است. چرا غیر از این عبدالقادر زاده کسانی که به خاطر جشن عید سخاوتمندی کرده معرکه تشکیل می کنند آنها را اسرافگر نامید. بنابراین از تشکیل چنین دسترخوان‌های دستگشاد ساکنان کشور را به خودداری نمودن دعوت کرد. در عرفه جشن عید فطر پرزیدنت تاجیکستان رحمان نیز به ساکنان کشور با مراجعت زیرین برآمد کرده گفت با تقلید بیگانه و اسرافکاری راه مدهید، با تحمل باشید و صرفه‌جویی کنید. بجای دسترخانی دستگشاد با اخلاق نیک کفایت نماید، ابراز نمود او. یادرس میکنیم که نسبت جشنهای غیر اسلامی از طرف شورای علمای تاجیکستان مراجعتی کرده نشده است. برعکس سید مکرم عبدالقادر زاده نسبت جشن عید جاهلیت نوروز گفت. امروز نوروز همچون عید بهار قبول شده است. عید سرشوی کارهای موسم بهار. اگر بخواهید عملی شایسته انجام دهید، طعام تیار نموده به یتیمان خیر نماید. این عملی شایسته است و شریعت عملهای شایسته را قبول می نماید. اینچنین روحانیان رسمی در خصوص جشن عید سال نوی از طرف ساکنان کشور نیز خیرخواهانه ابراز نموده بود. جشن گرفتن عید سال نو این یک انعنه است، نه عبادت. ابراز نموده بود شورای علما. ولی دسترخوان‌های دستگشاد که در عید سال نوی کرده می شود مذمت نکرده بود. جالبی دقت است که کشاد و پروسعت جشن گرفتن دو عید در اسلام عید فطر و عید قربان از جانب شریعت قانونی گردانیده شده است. الله اکبر. مسلمانان تمام جهان قریب 1.5 عصر می شود که چنین حالت دینی را محافظت کرده می آیند. مهمانان را تکلیف نموده با کودکان ضیافت تیار میکنند که طبیعی در ذهن کودکان قیمت های اسلامی استوار جای میگیرد. این باعث نفرت پیدا کردن رژیم رحمان میگردد. از این رو عبدالقادر زاده قرار کرده است که با ساکنان کشور مراجعت نماید. پرزیدنت قرغیزستان المازبек Атамбоев با ولادیمیر پوتین تکلیف نمود که نظامیان روس را در ولایت باتکند که سرحد جنوبی تاجیکستان و قرغیزستان می باشد جایگیر نماید. من با ولادیمیر ولادیمیروویچ هم صحبت شدم و به او تکلیف کردم که ما راضی هستیم تا اینکه بازه اویاسیونی در کند زمانوی گردانیده شود، با سلاح های نو مجهزانیده شود، ولی شماره عسکران را زیاد کردن معنای ندارد. بیشکک رو از کی محافظت میکنیم؟ گفت المازبек Атамбоев روز شنبه در همصحبت با خبرنگاران. اگر در خصوص آینده فکر کردنی باشیم، باید در نوبت اول در خصوص معمایی که از طرف افغانستان میآید فکر کنیم. در آنجا طالبان پرزور شده، دیش نیز از همه جهت پرقوت میشود، ابراز نمود او. در نتیجه Атамбоев راضی شد تا هیئت نظامیان خارجی به منطقه قرغیزستان درآیند. اگر بخواهیم محافظت کنیم، باید سرحد قرغیزستان و تاجیکستان را استوار کرد.
این رأی اساسی من است و امیدوارم که سروران من بعدی قرقیزستان این راه را دوام می دهند. این چنین اتمبایف خواتیر بودن خود را اظهار نموده گفت که اگر تاجیکستان با افغانستان هم سرحد وضعیت را از دست دهد گویا خطر به سرحد قرقیزستان می آمد است. بعقیده کارشناسان خطری از طرف افغانستان آمده استاده بافته شده بوده همچون خویصه استفاده برده می شود. در برابر این چنین عملی معیوسانه اتمبایف همچون وریانت خاتیموی در ادای مهلت پریزیدنتیش فهمیده می شود. همینطور کشور خود را تماما به اختیار روسیه می سپارد و به کرمل همه کلیدهای درها را تقدیم می کند. در قزاقستان مادر دو کودک نابالغ ژنا امیروا برای نشر ثبت آواز تبلیغاتی یک مسلمان در سامانه اجتماعی خود به مهلت 5 سال روانه زندان شد. ساکن 34 ساله شهر کپشگای ولایت الماتا به نزد شوهرش که در زندان 25 سال برای اشتراک در جنبش اسلامی ادای جزا می نمود زود خبرگیری می رفت که سببی در زیر نظارت خدمات مخصوص قزاقستان گشته است. در نتیجه از پشتی او تعقیب کنی گذرانیده شد. در کرسی عیبدار شونده نشستن امیروا پس از آشکار شدن نشری او در سامانه اجتماعی ثبت آوازی تبلیغاتگری مسلمان سعید بوریاتسکی مقرر شد. سنه 14 ایون سال 2017 از طرف رئیسی کننده دادگاه ناحیوی شهر الماتا کایرات امانقلوف قرار نهایی برآورده شد و زن را به مهلت 5 سال از آزادی محروم نمود. غیر از این قرار دادگاه در نزد پراکورور خوانده شد ولی حمایتگر که عیبدار شونده و میراور را حمایت میکرد در خوانده شدن قرار اشتراک نکرد. حمایتگر در مرافع سودی و در آخرین سخنگویی کردنی عیبدار شونده نیز اشتراک نکرده بود. ژنا امیروا در شهر کپشگای با همراه مادری 65 ساله بیمار و با دو کودک نابالغ زندگی میکرد. اکنون باشد کودکان نابالغ در دست مادر کلان بیمار مانده اند.